لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنید گوش تا گوش با چارگوش گوش انتشارات نوژین با همکاری مؤسسه فرهنگی کلید طلایی تقدیم می کند خلاصه کتاب فان مرمری نویسنده ناتانیل هاوسورن نویسنده چکیده کلاید نهرنز مترجم فاطمه عبدیزاده گوینده سهر بیرانوند ترجمه شده از کتاب چکیده پنجاه رمان کلاسیک چکیده پنجاه رمان کلاسیک کتابی برای معرفی رمان‌های برگزیده است از دل تاریکی اثر جوزف کنراد گرفته تا آنا کارنینا اثر لئو تولستوی چکیده رمان ها معمولا در کتابخانه ها به صورت مجموعه های چند جلدی در دسترس هستند. در دنیای مجازی نیز نسخه های گیج کننده از چکیده رمان ها وجود دارد. افزون بر این در دانشگاه ها و دیگر مؤسسه ها مقالاتی به قلم کارشناسان درباره نقد و بررسی رمان ها در قالب راهنمای آموزشی نوشته می شود. اما تا جایی که من میدانم هیچ یک از این منابع نتوانستند به خوبی کتاب چکیده ی پنجاه رمان کلاسیک حق مطلب را درباره چکیده نویسی رمان ها ادا کند این کتاب کاملا متفاوت است خواننده در اینجا با ارائه منظم از چکیده ی رمان های برگزیده روبرو می شود این چکیده ها به صورت جامع و با نگارشی متناسب برای همه خوانندگان نوشته شدند تعداد واژگان چکیده ها از 1140 واژه برای رمان امارت های سبز تا 7000 واژه برای جنگ و صلح متغیر است در نسخه انگلیسی امیدوارم که این مجموعه بیش از پیش عشق به خواندن ادبیات کلاسیک را برانگیزاند کلاید نهرنز نشر نوژین با ارائه مجموعه نوبلا شما را با چکیده رمان های کلاسیک و مدرن آشنا می کند. کتاب حاضر خلاصه است از رمان معروف فان مرمری چکیده سازی به دست کلاید نهرنز انجام شده است چکیده ی کتاب فان مرمری 1860 شخصیت ها مریم هنرمند طراح هیلدا هنرمند کنین مجسم ساز دوناتلو جوان ایتالیایی ثروتمند مکانها روم تاسکنی سه هنرمند به نامهای مریم، هیلدا، کنین و دوست ایتالیاییشان دوناتلو در حال بازدید از یک گالری هنری در روم هستند. آنها از اینکه یکی از مجسمه های مرمری گالری فان پراکسیتلز شباهت عجیبی با دوناتلو دارد شگفت زده می شوند. فانها در استور شناسی رومی روح‌های جنگل رام نشدنی هستند. فانها شاخ دارند و نیمتنه بالایی شبیه انسان داشته و از کمر به پایین مانند بز هستند. پراکسیتلز هنرمند پیکرتراش مشهور آتنی بود. او نامآورترین تندیسگر آتیک در صده چهارم پیش از میلاد مسیح و نخستین کسی است که پیکر برهنه ای از زن آفریده است. هیلدا و کنین آمریکایی هستند. مریم شخصیتی مرموز دارد و فکر می کنیم اهل آلمان باشد. دوناتلو جوان نجیب زاده ای ایتالیایی است. دوناتلو عاشق مریم است اما مریم او را به چشم یک پسر بچه می بیند. کنین به هیلدا علاقه است اما هیلدا علاقه ای به او ندارد. وقتی در حال ترک گالری هستند، هیلدا مریم را صدا می کند و با نشان دادن مردی که از پشت ستون آنها را نگاه می کند، به آهستگی می گوید مودلت اونجا چند ماه پیش این چهار دوست به دیدن گوردخمه کالیکتس یکم رفته بودند و در میان دالانهای باریک مریم را گم کردند. همینطور که صدایش میزدند ناگهان مریم با غریبه ای سال خورده از میان تاریکی بیرون می آید و می گوید مرد به او کمک کرده تا راه را پیدا کند. هیچ توضیحی در مورد او و اینکه آنجا چه می کرد وجود نداشت. مریم تلاش می کند کنجکاوی دوستانش را با توضیحی مهم برطرف کند. او کافری است که مریم با او پیمان بسته که اگر نتواند در عرض دوازده ماه کاری کند که به مسیح ایمان بیاورد با او به این حجره های تاریک باز خواهد گشت از آن روز مرد همه جا به دنبال مریم است اگر مدتی از مرد خبری نباشد خیلی زود جلوی چشم مریم ظاهر می شود مثلا آخرین نمونش همین گالری بود او معمولاً به آتلیه ی مریم می آید. مریم ترهای زیادی از مرد کشیده است. مریم به دوست عزیزش هیلدا میگوید که حس می کند برخلاف توافقی که کردند این مرد است که تأثیر بیشتری روی او می گذارد و احساس ترسناکی به او می گوید که چند ماه دیگر باید این زندگی را ترک کند. دوناتلو از اینکه غریبه همه جا حضور دارد خوشحال نیست یک روز مریم و دوناتلو در حال پیاده روی هستند. او طبق معمول در حال ابراز عشق به مریم و مریم هم طبق معمول در حال رد کردن این احساس است. آنها به گروه نوازنده می رسند که در حال نواختن موسیقی شادی هستند. دوناتلو تحت تاثیر موسیقی شروع به رقصیدن می کند. مریم کنار می ایستد و در کمال تعجب می بیند که رقصنده جست و خیز کنان روبروی او لباسش را به تندی در هوا تکان می دهد. او مدل است وقتی دوناتلو میخواهد کنار مریم بنشیند مریم میگوید همین الان باید بری دوناتلو زمزمه میکند اون شخص که اونجا تو سایه وایساده و به تو اشاره میکنه که دنبالش بری کیه مریم پاسخ میدهد ایس تنها بذار زمان تو به سر رسیده الان نوبت اونه دوناتلو بانگ برمیآورد از اون متنفرم مریم در پاسخ میگوید اگه راضی میشی باید بگم منم ازش متنفرم به نظر میرسد آشنایی عجیب مریم و مدل پیش از جریان گوردخمه باشد اما مانند رازی است که دوستانش از آن بیخبرند کنیان که از میان این چهار نفر از همه عاقل تر است نگران مریم می شود او مریم را به آتلیهش دعوت می کند تا نظر او را در مورد سردیس در دست ساختش بپرسد مریم در کارگاه او لب به سخن باز می کند و می گوید رازی در قلبش دارد که او را آزار می دهد و گاهی حس می کند به خاطر آن خواهد مرد کنیان می خواهد به او کمک کند و تمنا می کند تا همه چیز را تعریف کند مریم قبول نمی کند و بدون بازگو کردن رازش آنجا را ترک می کند. وقتی به خیابان می رسد می بیند مدل در انتظار اوست. عصر آن روز گرد همایی هنرمندان انگلیسی و آمریکایی است که در روم کار و زندگی می کند. با نزدیک شدن نیمه شب تصمیم می گیرند تا در شهر پرسه بزنند. یکی از کارهای مورد علاقه گردشگرانی که به روم می آیند. این چهار دوست عصر را در بالای پرتگاهی به پایان می رسانند که در دوران باستان مخالفان سیاسی را از آنجا به قصد کشت پرت می کردند. کنین و هیلدا راه برگشت به خانه را در پیش می گیرند. اما هیلدا متوجه غیبت مریم و دوناتلو می شود. او برمیگردد تا ببیند چه چیز مانع از آمدن آنها شده است. چیزی که می بیند زندگی چهار نفر آنها را تغییر می دهد. وقتی در محوطه را باز می کند می بیند دوناتلو مدل را از پرتگاه به پایین هل می دهد. داستان این گونه بوده که مدل بعد از اینکه کنین و هیلدا آنجا را ترک می کنند نزد مریم و دوناتلو می آید. دوناتلو هم در جنونی آنی برای اینکه مریم را از شر او رها کند دست به این کار می زند. هیلدا تنها به آپارتمان خود برمیگردد. چهار دوست پیشتر توافق کرده بودند تا صبح روز بعد همدیگر را برای رفتن به کلیسا و دیدن نقاشی معروفی که حرفش را میزدند ملاقات کنند. هیلدا سر قرار نمیآید. در آنجا جسدی می بینند و در کمال تعجب جسد متعلق به مدل است. آنها همچنین به هویت او پی میبرند. او راهب فرقه کاپوسن پدر آنتونیوست. است. کاپوسن یا کاپوچین نام فرقه ای از راهبان کاتولیک است که معمولا چهره رنگ پریده ای دارند و کلاه سیاهی بر سر می گذارند. دوناتلو نمی تواند بر عذاب وجدان خود غلبه کند. اما اکنون مریم عشق خود را به او ابراز می کند. او به دوناتلو میگوید که باید بین با هم بودن و جدا شدن برای همیشه یکی را انتخاب کند. او با مریم ودا می کند. مریم حدس میزند که هیلدا شاهد قتل بوده و برای صحبت به استودیوی او می روید. هیلدا به خاطر آنچه دوستش مرتکب شده با غم و اندوه دست و پنجه نرم می کند. اما قسم می خورد هرگز به مریم خیانت نکند. مریم هنگام ترک آنجا بسته ای به هیلدا می دهد و از او می خواهد برای رساندن آن به دست صاحبش مدت زمان معینی صبر کند. هیلدا و کنین در روم میمانند. مریم آنجا را ترک می کند و دوناتلو به خانه باستانیش در تاسکنی می رود. کنین با آمدن بهار برای ملاقات او به آنجا می رود و می بیند که دوستش تبدیل به مردی کاملا متفاوت شده است و دیگر آن پسر سرخوش و بیخیال نیست. معلوم می شود او کنت و وارث ملک وسیعی است. از این خانواده قدیمی کسی باقی نمانده و به جز یکی دو خدمتکار او تنها ساکن این خانه اربابی است. کنین مدتی آنجا می ماند و اصر یک روز می خواهد برج خانه را که مانند یک قلعه ساخته شده است ببیند. در حال بازدید هستند که صدای آواز زنی را از یکی از اتاقها می شنوند. با اینکه به نظر هر دوی آنها این صدای مریم است در جستجوی آن بر نمی آیند و چیز بیشتری گفته نمی شود. روز بعد خدمتکار به کنین می گوید که زنی می خواهد با او صحبت کند. او مریم است. او به صورت پنهانی در یکی از اتاقهای خانه زندگی می کند. کنین به مریم می گوید که مطمئن است دوناتلو هنوز او را از صمیم قلب دوست دارد و می داند که او آنجاست. اما قدرت روبرویی با مریم را ندارد. مریم می که اگر این حرف درست باشد آیا باید خود را نشان دهد؟ شاید هم برای همیشه فرصت با هم بودنشان از بین برود. پس نقشه ای می ریزند. کنین دوناتلو را با خود به شهری میبرد و در آنجا مثلا اتفاقی مریم را میبینند نقشه جواب داد آنها به هم بر میگردند کنین به آنها در مورد هدف ازدواجشان مشاوره می اگرچه عشق آنها واقعی است اما از آنجایی که رشته سیاه جنایتی شنی آنها را به هم پیوند میدهد. نباید فکر کنند که عشق آنها نیز مانند عشق سایرین و هدف آن سعادتی زمینی است بلکه هدف عشق آنها باید بالا بردن یکدیگر و یافتن خوشبختی واقعی در کنار هم با رنج، فداکاری، دعا، صبر و تلاش مشتاقانه برای امور درست و سپاسگزاری باشد. مریم پیشتر کنین را از وضعیت هیلدا با خبر کرده بود. هیلدا بدون هیچ دوستی و محزون هنوز در روم زندگی می کند و مریم نگران سلامتی اوست. کنین با عجله به روم می رود تا خود از نزدیک شاهد باشد. هیلدا معمولا برای بهبود زائقه هنری خود در کلیساهای روم پرسه میزند. امروز او وارد کلیسای سنت پیتر می شود و می بیند زنی با خوشحالی از اتاقک اعتراف خارج می شود. وقتی هیلدا علت را از او جویا می شود، زن میگوید چون از رستگاری خود مطمئن شده است احساس آرامش می کند. هیلدا با اینکه پاک دین است اما از سر نومیدی وارد اتاقک اعتراف می شود و می گرید. پاک دینان، گروهی از پروتستان های اصلاح شده انگلیسی در صده های 16 هم و 17 میلادی بودند که پشتیبان پالودن کلیسای انگلستان از هر گونه رسم کاتولیک رومی بودند و اعتقاد داشتند که کلیسای انگلستان تنها به طور جزئی اصلاح شده است. او همه چیز را به کشیش اعتراف می کند. کشیش به او میگوید چون هیلدا کاتولیک نیست باید قتلی که شاهدش بوده را به مقامات گزارش کند اگرچه در نهایت با او همدردی می کند و دعای خیرش را بدرقه ی راهش می کند. کنین او را تا آنجا تعقیب کرده بود و شاهد تمام وقایع بود. هیلدا به کنین اطمینان می دهد که کاتولیک نشده است، اما دلیل رفتن به جایگاه اعتراف را هم به او نمی گوید. ماها می گذارد و هر کدام به عنوان هنرمند کارشان را ادامه می دهند. رازی که هیلدا با خود حمل می کند بر او تاثیر گذاشته و کنین متوجه این موضوع می شود اما باز هم هیلدا از گفتن راز به او امتنا می کند از اینکه بهترین دوستش را در هنگام نیاز تنها گذاشته پشیمان می شود و با یادآوری بسته آن را در زمان مشخص تحویل می دهد. یک روز هیلدا و کنین در گالری هنری واتیکان قرار ملاقات دارند اما هیلدا نمی آید کنین بعدا در حالی که در خیابان پرسه می زند از کنار توبه کاری سفید پوش می گذرد که از صدایش تشخیص می دهد دوناتلوست بعد با مریم ملاقات می کند و مکالمه کوتاهی با او دارد او علت حضور آنها را در روم جویا می شود. در حالی که از غیبت هیلدا نگران شده به آپارتمان و استودیوی او می رود و می فهمد که چند روزی از ناپدید شدن او می گذارد. با جستجوی بیشتر هم به جوابی نمی رسد و غیبت هیلدا مانند یک راز باقی می ماند. یک روز در حال پیاده روی به دوناتلو و مریم بر می خورد. فصل کارناوال رسیده و آنها لباس دهگانی به تن دارند. آنها به او اطمینان می دهند که هیلدا در امان است. مریم از فرصت استفاده می کند و بخشی از زندگیش را برای کنین تعریف می کند. او در خانواده نجیب و ایتالیایی به دنیا آمده و وقتی خیلی جوان بوده خانواده قرار ازدواجش را ترتیب داده بودند. شوهر آینده او ویژگی های شیطانی داشت و وقتی زمان ازدواج فرا می رسد مریم فرار می کند و آن مرد همان مدل بود. هنگام جدایی مریم به کنین می گوید که دو روز بعد کجا می تواند هیلدا را ببیند. او به آنجا می رود و هیلدا به عشق او جواب مثبت می دهد و میپذیرد با او ازدواج کند. آنها تصمیم میگیرند به آمریکا برگردند. در پینوشت کتاب نویسنده مصاحبه خیالی با هیلدا و کنین دارد تا یک سری از مسائل شفاف سازی شود. بسته ای که هیلدا تحویل داده بود شامل اسنادی بود که مقامات از آن برای ارتباط مریم با قتل راهب استفاده کردند و همچنین اسنادی که او را با دستیسه های سیاسی مقامات پیوند می داد. هیلدا هم به خاطر زندانی شدن او در یک سومعه هنگام تحقیق در مورد مریم بود. دوناتلو خود را تسلیم می کند و اکنون در زندان است اما مریم چون فقط شاهد قتل بود آزاد است